اساس نتایجی که خبرگزاری ها منتشر کردند، دانلد ترامپ با کسب اکثر آرا در ایالت های آمریکا پیروز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شد. دانلد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه روز ششم نوامبر برابر با 16 آبان ماه پس از اعلام نتایج شمارش آرا در ایالت های کلیدی آمریکا اعلام کرد که پیروز انتخابات ریاست جمهوری شده است. چهل و پنجمین رئیس جمهوری آمریکا اکنون پس از چهار سال به عنوان 47 مین رئیس جمهوری ایالات متحده در کاخ سفید مستقر خواهد شد. در شرایطی که نامزد پیروز در انتخابات باید 270 رأی الکترال به دست آورد، بعد از پایان شمارش آرا در ایالت های پنسیلوانیا، ویسکانسین و جورجیا که آرای چرخشی دارند، تعداد آرای الکترال ترامپ به 277 رسید. این در حالی است که در این شرایط کامالا هریس 226 رأی الکترال دارد بر همین اساس شبکه فاکس نیوز اعلام کرد که ترامپ به عنوان 47 مین رئیس جمهوری آمریکا انتخاب شده است همچنین بر اساس نتایجی که خبرگزاری آسوشیت پرس منتشر کرده دونالد ترامپ با کسب 10 رأی الکترال در ایالت ویسکانسین پیروز انتخابات شد مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا نیز گفت که اکنون دانلد ترامپ رئیس جمهوری منتخب ماست او افزود آماده این برای تحقق شعار اول آمریکا که دستور کار ترامپ است کار کنیم مدتی کوتاه پس از اعلام این خبر ترامپ در کنار معاون خود جی دی ونس و خانوادهش در ستاد انتخاباتی فلوریدا سخنرانی کرد دانالد ترامپ در نخستین سخنرانی خود بعد از انتخابات با اعلام پیروزی خود اعلام کرد که بزرگترین جنبش سیاسی تاریخ آمریکا به یک نتیجه سیاسی باور نکردنی رسید. ترامپ که در بین هواداران خود سخن می گفت تاکید کرد که می خواهیم به سطح جدیدی برسیم و به کشور کمک کنیم تا التیام پیدا کند. ترامپ همچنین با بیان این مطلب که کشور نیاز به کمک دارد ادامه داد در سالهای پیش رو مرزهای آمریکا را ترمیم خواهیم کرد و آمریکا را خواهیم ساخت ترامپ تاکید کرد که مرزها را بر روی مهاجران غیرقانونی خواهد بست و مهاجران تنها از مسیر قانونی اجازه ورود به آمریکا را خواهند داشت رئیس جمهوری منتخب آمریکا گفت که بر موانعی غلبه کردیم که کسی فکر نمی کرد غلبه بر آنها ممکن باشد به گفته دانلد ترامپ پیروزی در این دوره از انتخابات یک پیروزی سیاسی است که کشور مشابه آن را در تاریخ ندیده است ترامپ در سخنان خود ضمن تشکر از کسانی که به او رأی دادند اعلام کرد که برای مردم و آینده خانواده ها خواهد جنگید و تا رسیدن به آمریکای شکوفا و قوی آرام نخواهد گرفت ترامپ در ادامه سخنان خود به پیروزی در ایالات کلیدی از جمله کارولینای شمالی اشاره کرد و گفت این یک پیروزی فوقالعاده است که به ما امکان می دهد تا آمریکا را بزرگ و عالی کنیم. به گفته ترامپ پس از شمارش تمامی آرا 350 رأی الکترال کسب خواهد کرد که با کسب رأی اکثریت مردم یک مأموریت قوی و بزرگ به دولت داده شده تا در مسیر ساختن آمریکا حرکت کند. ترامپ با اشاره به سوء قصدها به جانش گفت که زنده ماندم تا آمریکا را نجات دهم. ترامپ گفت که من با شعار عمل به وعده ها ریاست جمهوری را به عهده خواهم گرفت. او همچنین وعده داد که مالیات را کم خواهد کرد و به سمت شکوفایی اقتصادی حرکت خواهد کرد. به گفته ترامپ آمریکا را باید برای همه آمریکایی ها عالی قوی کرد چرا که در آمریکا چیزهایی وجود دارد که حتی چین هم از داشتن آنها بی‌بهره است. ترامپ در نهایت از خانواده و اعضای کمپین خود و همچنین معاون اول خود برای همراهی او در کارزار انتخاباتی تشکر کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نخستین کسی بود که به ترامپ تبریک گفت. وی در یک پیام دوستانه در ایکس نوشت دونالد و ملانیا ترامپ عزیز تبریک به خاطر بزرگترین بازگشت تاریخ بازگشت تاریخی شما به کاخ سفید آغازی جدید برای آمریکا و تعهد مجدد قدرتمندی به اتحاد بزرگ بین اسرائیل و آمریکا است این یک پیروزی بزرگ است با دوستی واقعی بنیامین و سارا نتانیاهو امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه نیز از نخستین رهبران جهان است که با انتشار پیامی در ایکس پیروزی دانالد ترامپ را تبریک گفت در این پیام آمده است تبریک رئیس جمهوری ترامپ آماده همکاری با همدیگر هستم همان همکاری که پیشتر برای چهار سال داشتیم با اعتقاد راسخ شما و من با احترام و پشتکار برای صلح و رفاه بیشتر در همین راستا کیر ستارمر نخست وزیر بریتانیا نیز در پیامی پیروزی در انتخابات را به دانلد ترامپ تبریک گفت استارمر پیروزی ترامپ را تاریخی دانست و ضمن اعلام آمادگی برای همکاری با ترامپ نوشت به عنوان نزدیکترین متحدان ما شانه به شانه برای دفاع از ارزش‌های مشترکمان ایم. ولادیمیر زلنسکی از دیگر شخصیت‌هایی است که این پیروزی را به ترامپ تبریک گفته و در پیام خود به اظهارات ترامپ در مورد برقراری صلح و پایان جنگ بین روسیه و اوکراین اشاره کرده و نوشته که امیدوار است این انتخاب به صلحی عادلانه منجر شود. در پیامی که زلنسکی در ایکس منتشر کرده آمده است به دانلد ترامپ بابت پیروزی شگفتانگیزش در انتخابات تبریک میگویم ما به تداوم حمایت قدرتمند فراحزبی آمریکا از اوکراین تکیه می کنیم مارک روته دبیر کل ناتو نیز پیروزی ترامپ را تبریک گفت و نوشت رهبری او بار دیگر کلید حفظ قدرت اعتلاف ما خواهد بود مشتاقانه در انتظار همکاری دوباره با او هستم در ادامه ی واکنش ها جورجیا ملانی نخست وزیر ایتالیا نیز در حساب کاربری خود در ایکس نوشت از طرف خودم و به نیابت از دولت ایتالیا سمیمانه ترین تبریک را به دانلد ترامپ رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده ابراز می کنم. ایتالیا و آمریکا دو خواهر هستند و دو کشور با اتحادی تزلزل ناپذیر. نخست وزیر اسپانیا نیز این پیروزی را به ترامپ تبریک گفت. پدرو سانچز در پیام تبریک خود نوشت به دنبال مشارکت قوی بین دو سوی اقیانوس اطلس است. رجب طیب اردوغان، نیز ترامپ را دوست خود دانست و نوشت: به دوستم ترامپ تبریک میگویم که پس از کشمکش فراوان در انتخابات ریاست جمهوری پیروز و دوباره رئیس جمهوری شد. خبرگزاری عربستان سعودی نیز گزارش داد که ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه سعودی و شاهزاده محمد بن سلمان ولیهد این کشور پیروزی دانالد ترامپ را در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا تبریک گفتند. ناندرامودی نخست وزیر هند هم در پیام تبریکی ترامپ را دوست خود خواند و با تاکید بر تقویت روابط راهبردی به آمریکا نوشت بیایید با هم برای بهبود وضعیت مردممان و ترویج صلح ثبات و رفاه جهانی تلاش کنیم فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت چهاردهم نیز با اشاره به نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفت این موضوع ربط مشخصی به ایران ندارد و افسود سیاست های کلی آمریکا و جمهوری اسلامی سیاست های ثابتی هستند و با جابجایی رؤسای جمهوری در آمریکا تغییر نمی کنند. او گفت از نظر جمهوری اسلامی ترامپ و هریس خیلی فرقی با هم نداشتند و در عین حال با اشاره به حضور ترامپ در مسند ریاست جمهوری آمریکا گفت که پیش های لازم از قبل برنامه ریزی شده است و تغییری در معیشت مردم به وجود نمی آید. مهاجرانی افسود با توجه به تحریم های چهاردهه اخیر و به خصوص ده سال گذشته کشور آب دیده شده و نگران رأی آوردن ترامپ نیستیم. سخنگوی دولت پزشکیان با پیشبینی وضع تحریم های جدید علیه جمهوری اسلامی در دولت جدید ترامپ گفت تحریم های قبلی قوه داخلی ما را بسیار تقویت کرد و اقتصاد امروز به اندازه کافی در این راستا توان برخورد را دارد. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سهرگاه امروز چهارشنبه 16 آبان ماه دستکم چهار زندانی در زندان قزل حصار کرج اعدام شدند. مصطفی سرلک و محمد حسین بیات پیشتر توسط مراجع قضایی بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند دو زندانی دیگر به نامهای محمد تاجیک و صادق با فامیلی نامشخص که اهل کشور افغانستان هستند نیز پیشتر به اتهام تجاوز به عنف به اعدام محکوم شده بودند این زندانیان روز گذشته به همراه دست کم شش نفر دیگر جهت اجرای حکم اعدام به سلولهای انفرادی زندان قزل حصار منتقل شده بودند. سرنوشت دیگر زندانیانی که به انفرادی منتقل شده اند توسط هرانا در دست بررسی است. همچنین بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری هنگاو سهرگاه سهشنبه پانزدهم آبان دست کم نه زندانی دیگر در زندانهای یزد، زاهدان، مشهد، جیرفت و همدان به اتهام قتل عمد و در ارتباط با مواد مخدر اعدام شدند. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری هنگاو، سهرگاه سهشنبه 15 آبان 1403 حکم اعدام دستکم چهار زندانی به نامهای محمود شهرکی و محمد رضا داور هر دو از شهروندان سیستانی و اهل شهرستان زابل و مجید قدیری اهل مشهد و ظاهر سفری طبعی افغانستان در زندان مرکزی مشهد زندان وکیلاباد اجرا شد. این چهار زندانی پیشتر در پرونده های جداگانه از بابت اتهام مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند. یک زندانی با هویت عارف کمالی از شهروندان بلوچ شهر جیرفت استان کرمان نیز که هفت سال پیش از بابت اتهام قتل عمد به اعدام محکوم شده بود در زندان مرکزی جیرفت اعدام شد همزمان یک زندانی دیگر بلوچ با هویت یعقوب نارویی 26 ساله که پیشتر از بابت جرائم مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود حکمش در زندان مرکزی زاهدان اجرا شده است وی اهل زاهدان و ساکن شهرستان آغلا استان گلستان بوده است یک زندانی دیگر بلوچ به نام محسن نژادی مقدم سابکی سی ساله امروز در زندان یزد اعدام شده است وی اهل شهرستان ریگان سیستان و بلوچستان بوده و پیشتر از بابت جرائم مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود. از سوی دیگر و همزمان با اعدام های روز سهشنبه 15 آبان حکم اعدام دو زندانی اهل همدان به نام های حامد مهربان 38 ساله و داریوش سعیدی 32 ساله در زندان مرکزی همدان زندان الوند اجرا شد. حامد مهربان از شش سال پیش به اتهام قتل همسر خود و داریوش سعیدی از پنج سال پیش به اتهام قتل عمد در یک نزاع دست جمعی به اعدام محکوم شده بودند بر اساس آمار برداری سالانه مرکز آمار نش و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران طی بازه زمانی دهم ده اکتبر 2023 تا 8 اکتبر 2024 دست کم 811 شهروند شامل چهار کودک مجرم در زندانهای ایران اعدام شدند. این رقم در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته حدود 23 ممیز 600 درصد افزایش داشته است. از این میزان حکم چهار نفر در ملع عام به اجرا درآمد. همچنین در این مدت 186 تن دیگر به اعدام محکوم شدند که شامل صدور سه حکم اعدام در ملع عام است. لازم به ذکر است در همین دوره احکام بدوی 59 نفر دیگر نیز به تایید دیوان عالی کشور رسید است ایالات متحده به دولت عراق هشدار داده که اگر از حمله احتمالی جمهوری اسلامی به اسرائیل از خاک عراق جلوگیری نکند ممکن است با واکنش تلافی جویانه اسرائیل و حمله به خاک خود روبرو شود دو مقام آمریکایی با اعلام این خبر به آکسیوس گفتند جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز یک شنبه و آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه با محمد شیا سودانی نخست وزیر عراق درباره حمله احتمالی جمهوری اسلامی از عراق به اسرائیل صحبت کرده و نسبت به این اقدام هشدار دادند به گفته این مقامات سالیوان و بلینکن همچنین نخست وزیر عراق را تحت فشار قرار دادند تا حملات شبه نظامیان شیعه علیه نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه و حملات آنها علیه اسرائیل را که در هفته های اخیر تشدید شده متوقف کند و اجازه ندهد حکومت ایران از خاک عراق به اسرائیل حمله کند. بر اساس این گفته ها نمایندگان دولت بایدن من و نخست وزیر عراق گفتند اگر عراق مانع حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل از داخل خاک خود نشود ایالات متحده نمیتواند از حمله اسرائیل به عراق جلوگیری کند آکسیوس همچنین گزارش داد نخست وزیر عراق و مشاورانش به طور خصوصی و در بیانیه های مطبوعاتی عراق به سراحت اعلام کردند که موافق کشیده شدن عراق به درگیری اسرائیل و ایران نیستند این پیام ها در حالی مبادله می شود که آمریکا نگران گسترش جنگ در منطقه است اطلاعات ایالات متحده و اسرائیل نشان می دهد که جمهوری اسلامی در واکنش به حمله 25 اکتبر اسرائیل به ایران در حال برنامه ریزی برای حمله جدی علیه اسرائیل از خاک عراق است. گزارشانی ساکیست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اخیرا پهپادها و موشک های بالستیک را به شبه نظامیان شیعه در عراق انتقال داده و برای حمله مشترک علیه اسرائیل برنامه ریزی کرده است. به گزارش آکسیوس دولت آمریکا تا کنون از راه های مختلف از جمله پیام های علنی و خصوصی به حکومت ایران هشدار داده تا از این حمله صرف نظر کند اما نشانه ای از تمایل ایران به کاهش تنش دیده نمی شود. وزیر امور خارجه دولت چهاردهم در نشست مطبوعاتی مشترک با محمد اسحاقدار وزیر امور خارجه پاکستان با اشاره به حملات بامداد پنجم آبان اسرائیل به ایران تاکید کرد برخلاف رژیم اسرائیل جمهوری اسلامی ایران دنبال تنش نیست اما حق خود را برای دفاع طبق منشور سازمان ملل متحد به رسمیت میشناسد عراقچی اضافه کرد که تهران مطابق ماده 51 منشور سازمان ملل متحد از حق کامل برای دفاع برخوردار است و طبق زمان و وضعیت تعیین شده ایران به این تجاوز رژیم صهیونیستی پاسخ خواهد داد. عراقچی همچنین از پاکستان بابت محکوم کردن حملات اسرائیل به ایران قدردانی کرد. وزیر امور خارجه پاکستان نیز ضمن تاکید بر مواضع اسلام آباد علیه اسرائیل از تهران بابت حمایت از اسلام آباد به منظور عضویت در سازمان بریکس قدردانی کرد او با اشاره به نشست روز 21 آبان وزیران امور خارجه کشورهای اسلامی تاکید کرد ایران و پاکستان به تلاش ها برای کمک به مردم فلسطین و آتش بس ادامه خواهند داد پیش از این سفر اعلام شده بود او با شهباز شریف نخست وزیر و محمد ساقدار وزیر امور خارجه دیدار خواهد داشت اما رسانه ها از دیدار عراقچی با ژنرال آسم منیر در مقر فرماندهی کل ارتش پاکستان در شهر راولپندی خبر دادند گزارش شده بحث درباره آخرین تحولات مرتبط با روابط دوجانبه ایران و پاکستان وضعیت منطقه به ویژه همکاری های دفاعی نظامی و امنیت در مرزهای مشترک محور این دیدار بوده است. عراقچی در بدو ورود به اسلام آباد درباره اهداف سفرش گفت در اسلام آباد پیرامون طیف وسیعی از مناسبات دو کشور نحوه مقابله با تهدیدات رژیم اسرائیل و کاهش تنشها در منطقه مذاکره خواهیم کرد وزیر امور خارجه پاکستان نیز با حائز اهمیت دانستان سفر عراقچی به پاکستان گفت این بازدید در زمانی انجام می شود که جهان اسلام به دلیل شرایط منطقه در وضعیت حساسی قرار دارد و ما از رایزنی با برادران ایرانی خود استقبال می کنیم. ایران و پاکستان با هم بیش از 900 کیلومتر مرز مشترک دارند. دو کشور در مقاطعی یکدیگر را به پناه دادن و حمایت از گروه های تروریستی متهم کردند.